سلام یکی از مزیت های فعالیت کردن روی شبکه اجتماعی خیلی بزرگ مثل یوتیوب اینه که چون میلیون ها نفر در طول روز از این شبکه اجتماعی استفاده میکنن و روش ویدیو میبینن اگر شما برای کانال خودت موضوع خوبی انتخاب بکنی این شانس برات به وجود میاد که تو بازه زمانی کمتری بتونی هم بازدید مناسب به دست بیاری هم کانال رشد بزرگتری یا تجربه بکنه انتخاب موضوع مناسب برای کانال یوتیوب همیشه برای یوتیوبر تازه کار یه چالش بزرگ بوده امروز میخوام یه سری نکته بهتون یاد بدم که با استفاده از اون میتونید موضوع بهتری انتخاب بکنید به این پروسه براتون راحت بشه سلام به دانشگاه یوتیوب خوش اومدید من امیر عباس هستم و تو این دوره آموزش ای قرار هست یوتیوب رو از صفر تا به شما آموزش بدم امروز میخوام در مورد انتخاب موضوع صحبت بکنیم برای موفقیت تو این شبکه اجتماعی موضوعی که شما انتخاب میکنید چند تا ویژگی باید داشته باشه که موضوع خوبی حساب بشه و شما بتونید تو دراز مدت با فعالیت کردن رو یوتیوب به نتیجه مطلوب برسید مورد اول که تو ویدیو قبلی هم یه اشاره بهش کردم این هستش که موضوع انتخابی شما باید چیزی باشه که خودتون خیلی بهش علاقه داشته باشید اگر موضوعی باشه که شما شخصا بهش علاقه نداشته باشید به زودی ازش دلزده میشید و به احتمال زیاد فعالیتتون رو رها میکنید به خاطر اینکه در وهله اول تورید کردن ویدیو کار بسیار زمانبر و سختیه و اگر این کار رو دوست نداشته باشی یا حداقل به اون موضوع علاقه نداشته باشی بعد از یه مدت انگیزه رو از دست میدی و از طرفی چون فعالیت روی یوتیوب نیاز به این داره که شما به شکل مستمر و طولانی تولید محتوا بکنید همین خستگی باعث میشه که شما ویدیو نذارید و کم کم به خاطر عدم فعالیت مستمر نتیجه مطلوب هم اینجا نگیرید اینطوری بهتون بگم شما اگر شروع کنید به تولید ویدیو کردن حداقل یه نصف روز و فکر کنم اوایل کار یک روز کامل برای تولید یک ویدیو مجبور باشید انرژی بذارید خب همین زمان رو اگر برای شبکه اجتماعی دیگه مثل اینستاگرام بذارید من فکر کنم تو همون یه روز بتونید به اندازه یک هفته اینستاگرام تولید محتوا داشته باشید جدا از اون اگر به موضوع علاقه داشته باشید این علاقه شما تو صحبت کردنتون کاملا مشخصه از لحن صحبت کردنتون مشخصه که شما به اون موضوع علاقه دارید و همین قضیه باعث میشه ویدیو شما به دید بیننده تر باشه و به دلش بشینه مورد دومی هستش که موضوعی که انتخاب میکنی باید به شکلی باشه که برای دراز مدت ما بتونیم براش تولید محتوا بکنیم یه سری موضوعات هستن که نمیشه برای دراز مدت براش تولید محتوا کرد یعنی پیرو یه ترند خاصی هستن یه بازی زمانی اوج و بعدش از رونق میافتن به عنوان مثال کانالایی که در مورد هری پاتر فعالیت میکردن خب یه زمانی چون کتاباش تون تون اومد همه بالا بود زمانی که شروع کردن فیلم های سینمایی و بازیاشو ساختن همینطور اینا رشد میکردن و بازدید میگرفتن ولی بعد از اینکه آخرین فیلم سینمایی ساخته شد و پخش شد دیگه بعد از اون این کانال ها اون بازدید قبل رو تجربه نمیکنن چون الان دیگه اون جف خوابیده و علاقه به این مبحث مثل گذشته نیستش خب تا اینجای ویدیو رو اگه دیدی و خوشتون خواهشم برای ویدیو لایک بزن چون خیلی کمک میکنه که این ویدیو در مقابل دید افراد بیشتری قرار بگیره افرادی مثل شما که دوست دارن در مورد این مپس اطلاعات کسب بکنن و اگر نظر یا پیشنهادی دارید تو قسمت کامنت ها میتونی برام بنویسید اگر هم تا الان تو کانال هم سابسکرایب نکردید میخواید ویدیو بعدی رو از دست ندید میتونید این کار رو انجام بدید مورد سوم این هستش که موضوعی که شما انتخاب میکنی بعد در موردش مهارت هم داشته باشید به با عنوان مثال کسی که ریاکت میکنه به یه چیز خنده دار اون حرفایی که وسطش میزنه و اون نظری که بیان میکنه و اون شیوهی صحبت کردنش باز میشه شما اون ویدیو رو نگاه بکنید مهارت این آدم ارائه دادنشه نه چیز دیگه مثلا تو حوزه گیمینگ هم به جرات میتونم بگم 95 درصد افراد دیگه کانال دارن چه به فارسی چه به انگلیسی اینا هیچ کدومشون رتبه بین المللی برای گیم ندارن یعنی تویش مسابقه شرکت نکردن که جایزه برده باشن و همشون آدمای معمولی مثل من و شما هستن فقط انقدی مهارت دارن که بتونن یه بازی رو خیلی روون اجرا بکنن و از اول تا آخرش برن که کسی که داره میبینه از بد بازی کردن طرف عصبی نشه یه سری موضوعات هم هستن که اگه کسی میخواد درونش ویدیو ضبط بکنه حتما باید توش تخصص داشته باشه مثل برنامه نویسی مثل طراحی به خاطر اینکه اگر شما تجربه یکی دو ساله در مورد اون قضیه نداشته باشید و بخواید نقش بازی کنید که یه چیزی رو بلدید و شروع کنید آموزش دادنش کسی که دنبال اونم هم هست فقط کافی یک دقیقه از ویدیو شما رو ببینه متوجه میشه شما رو داری نقش بازی میکنی و اون نرمسار بلد نیستی رفتی دو تا فیلم دیدی اومدی در موردش داری فیلم دارید میکنی اینا رو مردم خیلی راحت متوجه میشن خب بریم سراغ مورد چهارم مورد چهارم این هستش که موضوعی که میخواید انتخاب بکنید در حال حاضر باید روی یوتیوب مخاطب داشته باشه یا پتانسیل این رو داشته باشه که بازدید بالا بگیره تا هنوز کسی براش کانال نزده از اینجا بعد بعد یه کاغذ بیارید چیزی که من بهتون میگم و بنویسید و میخوام بریم روی خود پلتفرم یوتیوب این رو تست بکنیم قطعا شما زیاد یوتیوب میبینید حالا من یه سوالی از شما دارم کانالی بوده که دیده باشید توی یک سال اخیر که تونسته باشه رشد خوبی رو تجربه بکنه و شما انتظارش رو نداشته باشید یعنی یه موضوعی انتخاب کرده که شما فکر میکردید کسی روی یوتیوب نیستش در مورد این قضیه ویدیو ببینه ولی کسی اومده براش کانال زده و تونسته بازدید کافی هم به دست بیاره خب حالا رسیدیم اون قسمت مهم کارمون ما یه چیزی الان توی ذهنمون داریم بر اساس چیزایی که من به شما گفتم الان یه چیزی انتخاب کردی فکر میکنی در موردش میتونی ویدیو ضبط کنی حالا میخوام بفهمیم که این موضوعی که انتخاب کردیم در حال حاضر روی این پلتفرم رو مخاطب داره یا نه تکنیکش خیلی ساده است که کاغذ میارید و اون کلمه ای که مربوط به اون کار هست رو می نمیسید. مثلا آموزش آشپزی مثلا کانال گیمینگ یا هر چیزی که فکر می کنید مناسبه میاد روی اون کاغذه مینویسید به عنوان سرشاخه یعنی مثلا آشپزی میشه سرشاخه فرض می که شما می‌خواید غذاهای ایرانی آموزش بدید خب معروف ترین غذاهای ایرانی چیه اونو شروع کنید زیر این سرشاخه نوشتن و بتونید حداقل 10 تا واژه رو به این شکل بنویسید یعنی با سرشاخه میشه 11 تا بعد از اینکه این کار رو انجام دادید اپ یوتیوب رو باز میکنید اون بالا قسمت سرچ داره و شروع میکنید این کلمات رو سرچ کردن به عنوان مثال همه آموزش آشپزی رو من اینجا وارد میکنم و این عبارت رو سرچش میکنم الان یه سری ویدیو برای من میاره بعد اون سه نقطه بالا رو میزنم سمت راست میرم تو قسمت فیلترز و از قسمت سورت میام این رو میزنم روی ویو کاونت و دکمه اپلای که پایین صفحه هست رو میزنم این چه کار میکنه میاد تمام ویدیوهایی که از قدیم تا الان در مورد این موضوع بوده رو لیست میکنه بر اساس بیشترین بازدید به کمترین بازدید این تقریبا به شما یه ایده میده که دقیقا برای این کلمه خاص اگر کسی ویدیو تولید کرده باشه از قدیم تا الان چقدر بازدید گرفته یعنی اگر شما تبدیل بشی به یکی از کانال های معروف این حوزه و بتونی بازدید خوب به دست بیاری انقدر مخاطب خواهی داشت اگر ویدیو اول ما 429 هزار تا بازدید گرفته یعنی 429 هزار نفر بودن که این محتوا رو دیدن این میشه قدم اول اون برای اینکه بفهمیم یه موضوع از قدیم تا الان چقدر محبوبیت داشته قدم دومی هستش که ببینیم همین ویدیوها توی یک سال اخیر چقدر بازدید گرفته باز دوباره میذاریم رو همون سه نقطه میریم تو قسمت فیلترز و یه گزینه و دیت هستش که اون رو عوض میکنید میذارید به یک سال اخیر و دکمه اپلای رو میزنید و به شما میگه که توی یک سال گذشته اگر کسی ویدیو گذاشته یعنی دقیقا تو 365 روز گذشته بیشترین بازدید چقدر بوده این به شما میگه که این موضوعی که الان شما انتخاب کردی توی یک سال گذشته چقدر محبوبیت داشته حالا میاد برای عین ده لغت دیگه که انتخاب کرده بودید هم همین فرایند رو طی میکنید که ببینید محبوبیتش چقدره این به شما کمک میکنه که تصمیم بگیرید این موضوع موضوع مناسب برای شما هست یا نه جای بعدی که باید بهش مراجعه کنید گوگل ترندز هستش که آدرسش trends.google.com تو قسمت توضیحات زیر ویدیو لینکش رو گذاشتم که واردش بشید و اینجا توی این باکس اون کلمه رو باز هم می نویسیم. مثلا باز دوباره من میذارم آموزش آشپزی حالا که واژه رو زدید روی این نواری که اینجا هست میزنید و اینجا میتونید کشور رو انتخاب بکنید که الان من روی ورد واید گذاشتم یعنی به شکل جهانی ولی میتونید بگید که توی کشور خاص چقدر این سرچ سر شده یعنی بذارید روی ایران افغانستان یا هر کشوری دیگه که دوست دارید و بازه زمانیش رو مثلا من گذاشتم روی 5 سال گذشته شما میتونید بذارید یک سال گذشته فرق نمیکنه بین یک سال تا 5 سال گذشته بذارید که متوجه بشید تو بازه زمانی چه اتفاقی افتاده براش و اون گزینه آخر که نوشته گوگل پرو روی اون میزنید و اون رو میزنید روی یوتیوب سرچ یعنی متوجه بشیم که تو یوتیوب چقدر در مورد این قضیه سرچ کردن بعد از اون الان برای آموزش آشپزی اگر شما نگاه بکنید تو 5 سال گذشته سال 2017 یه اوج عظیمی گرفته بعد اومده پایینتر ولی الان توی یه نوار مشخصی وایساده و همون وضعیت ثابت رو داره و داره جلو میره اگر بیاید روی نقشه نشون میده تو کدوم کشور رو بیشتر برایش سرچ میکنن که خب طبیعتا ایران رو میبینید خیلی زیاد سرچ میکنه بعدش جالبه که آمریکا سرچ میکنن براش و الان اگر ما بیایم پایین تر به شما عبارات مرتبط به اون قضیه رو هم نشونتون میده اون پایین نوشته آموزش آشپزی ایرانی آموزش آشپزی ساده و اینا عباراتی هستن که کنارشون نوشته بریک اوت یعنی الان خیلی در موردش داره سرچ میشه و اون گزینه رایزینگ رو میبینید یعنی اینا دارن این عبارات دارن رشد میکنن اگر از رایزینگ بزنیش روی تاپ یعنی عباراتی که از همه بیشتر سرچ میشه دقیقا همین دو تام بیشترین سرچ رو دارن این یعنی آشپزی ایرانی و آشپزی ساده از این طریق هم میتونید متوجه بشید که یه موضوعی رو به رشد رشدش ثابته یا داره افول میکنه اگر افول میکنه و با سرعت داره میاد پایین به نظر من سمت اون موضوع نرید بهتره خب بریم سراغ قدم آخرش حالا میخوام از دو تا پلاگین استفاده کنیم ویدای کیو و تو بادی این دوتا دیگه نسخه موبایل نداره اینا حتما باید از روی کامپیوتر چک بکنید لینک نصب جفتشون رو میذارم روی مرورگر کروم نصب میشن مرورگر کروم رو اول نصب میکنید بعد این دو تا پلاگین رو نصب میکنید میرید تو صفحه یوتیوب عبارت رو سرچ میکنید توی سایت بار یه چیزایی براتون اضافه شده الان همون عبارت آموزش آشپزی رو من سرچ کردم ببینید ویدای کیو رو اینجا داریم اگر پایین تر بیایم زیر ویدای کیو هم این مربوط به توپ بادی هستش این کلمه رو که شما وارد میکنید و اینجا یه چارتی به شما نشون میده یکی که چقدر براش مخاطب هست رقابت تو این حوزه چقدر چون رقابت کمه و موضوع موضوعی که سرچ براش هست نمره بالایی بهش داده اینجا یه سری اطلاعات اضافه در میده و بیشترین بازدیدا چقدر بوده این عبارات هم خودش میره از جاهای مختلف پیدا میکنه براتون میاره چیزایی که احساس میکنه که سرچ براش زیاده این را از گوگل ترند برمی داره براتون میاره همونجا که الان رفتیم سرچ کردیم میاد اینجا نشونتون میده این پایینم تو بادی یه سری کلمات مرتبط رو به شما نشون میده البته من نسخه پولیشو استفاده میکنم شاید تمام کلمات شما و نتونید ببینید ولی اینجا تمام کلماتی که الان برای سرچ زیاده رو اینجا برای من لیست میکنه ولی تو بادی اینجا به این موضوع نمره ضعیف داده اینجا نمره خوب داده اینجا نمره ضعیف داده متاسفانه این نرم افزار خیلی برای زبان فارسی بهینه نیستن چون تعداد کانال فارسی اونقدر زیاد نیست دادههایی که اینا دارن به اندازه کافی نیستش در نه چه یه سری چیزهایی که میگن خیلی دقیق نیست همون شیوه های اول که بهتون گفتم اثرگذارتر اینو به عنوان راهکار آخر استفاده کنید و پیدا کردن واژه های مرتبط که بتونید اون لیست کلماتتون رو کامل تر بکنید حالا یه نکته هم در مورد تفاوت یوتیوب انگلیسی و فارسی بهتون بگم یوتیوب انگلیسی چون خیلی قدیمی حداقل 15 سال روش مردم تولید محتوا میکنن از شیر مخت جون آدمیزاد تو این پلتفرم الان به انگلیسی محتوا پیدا میشه در نتیجه شما اگه میخوای یه موضوعی انتخاب بکنی این ابزاره که نشونش دادم خیلی دقیق میتونم به شما بگم که این اورا چند تا سرچ ماهانه داره میشه توش رشد کرد همه چیز دقیق میتونم بهتون بگم مون زبان فارسی واقعا اینجوری نیستش یه سری موضوعات از همین الان براش پتانسیل هست ولی هنوز کسی براش کانال هم نزده روی یوتیوب فارسی یوتیوب فارسی خیلی خلوتتره و خودتون با این تکنیکا باید بفهمید چه موضوعی محبوبه و یه سری موضوعات هم امکان داره محبوب باشه اون تو اصلا توی این لیستا وقتی میزنید چیزی براش پیدا نمیشه نمونش موضوع کانال خودم من زمانی که کانال زدم موضوع کانال در مورد برنامه‌نویسی طراحی بود بعد زیرش بچه ها میومدن هی hey, سوال میپرسن چهجوری کانال زدی چه ویدیو ادیت میکنی چجوری زیرنویس میکنی از این جور سوالا بعدا که من شروع کردم ویدیو ضبط کردن در مورد یوتیوب متوجه شدم هفت برابر بهترین ویدیوی مربوط به طراحی برنامه‌نویسی میتونم ازش بازدید بگیرم و اصلا رویه کانال و تولید محتواش فرق کرد و جهتش رفت به یه سمت دیگه که الان میبینید من آموزش یوتیوب اینجا میذارم یعنی پتانسیلش بود من هیچ کانالی تا زمانی که من شروع کنم به شکل جامع آموزش یوتیوب نمیداد و نکته آخر هم اینجا براتون اضافه بکنم یه نکته ای هستش در مورد کانال های آموزشی اگر قرار هست توزیع آموزش اینجا فعالیت بکنید سعی کنید بیشتر تمرکزتون رو بذارید رو موضوعات پایه‌ای تر و ابتدایی و جدا از اون آموزش دادن چیزهایی که افراد بیشتری بهش نیاز دارن حالا چرا مواز پایه‌ای زودتر رشد میکنه چون عموم آدما یه مبحث رو شروع میکنن ولی همه آدما و مبحث رو تمومش نمیکنن خیلی وسط راه ولش میکنن به همین خاطر حتی تو سایت انگلیسی هم اگر بگردید معمولا دور دورهای مقدماتی خیلی زیاده های متوسط تقریبا نصف میشه و دوره پیشرفته خیلی کمتر میشه چون افراد کمی هستن که از مقدمات شروع میکنن و واقعا حرفه‌ای میشن وسطش خیلی ها ول میکنن خب این ترفندایی بود که به نظرم میتونه کمکتون کنه که موضوع مناسب برای کانالتون انتخاب بکنید یه ویدیو هم قبلا ضبط کردن در مورد همین مپ هست که خود قدیمی هست میتونید یه نگاهی هم به اون ویدیو بندازید شاید چند نکته از توی اون یکی پیدا بکنید و قدم بعدی شما میشه دیدن آموزش بعدی این مجموعه آموزشی دانشگاه یوتیوب منتظر آموزش بعدی من باشید فعلا خدا نگهدار